سلام، به مقصر کیست این هفته خوش آمدین. ما امید فیضی هستم. در این برنامه به چالش زندگی خانواده های فقیر افغان در فصل سرما پرداختیم. آنها توانایی خریداری مواد سوختی را بر گرم کردن خانه های خود ندارند و این شب روز در خانه های سرد به سر می برند. آدمی داد بچه ها قرض گرفتم، چوب از غلا قرض گرفتم، تنوز فایزش مانده دستم قرض دادم؟ دادم، اگه همینجا هستم خیلی وقت میشه کار میکنم همینجا میشناسه. امسال که چوب خریدین چند خریدین و سالهای قبل چند میخریدین؟ ما اول بار که میخریدیم خبر پنج نیم هزار، حال هشت نیم هزار، هشت هزار، هفت نیم هزار. در بخش دوم برنامه هم به سراغ نماینده های مردم هم در مجلس سنا و هم در مجلس نماینده های افغانستان رفتیم و این سوال را که مقصر اصلی وضعیت افزایش در قیمت مواد سوختی در فصل سرما کیست از اونا پرسیدیم. یو خروار لرگی اتزر و دو سو افغانی دی، یو غریب بیچاره چې هغه په کراچۍ کې ترکاري خرڅي، هغه هم چې یعنې په سلو کسانو کې یو کس یو لس فیصد ته دغه زمینه مساید ده ټول دم نه. دوی څه رقموشي کړی چې په دومره ګذاف قیمت دغه لرګي واخلي؟ او په دغه یخنۍ کې، په دې یخ کې چې بوټي، ګاز، تیل، دا ټول شیان مخ پر لوړه روان دي او ګران دي. او زموږ د کابل ولسونه ډېر داسې کورنۍ شته چې نه د ګازو وس او طاقت لري، نه د تیلو وس لري، نه د زغالو یا د بوټو وس لري. همساله با فرارسیدن فصل سرما چالش های زندگی خانواده های فقیر افغان بیشتر از گذشته میشه و آنها توانایی خریداری مواد سوختی را بر گرم کردن خانه های خود ندارند و این شب روزها را بیشتر در خانه های سرد سپری میکنند. در عقب من شما مردی را میبینین که با کراچی دستی خود روزانه مصروف کار است و از این آدرس پول لقمنان را بر خود و خانواده خود پیدا میکنه. من ازشان پرسان میکنم که آیا برالاوی که از این آدرس پول لقمنان را بر خانواده خود پیدا میکنن، آیا خریداری مواد سوختی هم بر خانه خود کردن یا نی؟ سلام بر شما، خوب هستین؟ وعلیکم السلام، خوب هستین؟ نامتان چیز؟ نام محمد آصف. محمد آصف، خودت در کراچی دستی چی مفروشی؟ برالاوی که یک بسته ماسک هم میبینم. بله. دیگه چی هست اینا؟ دیگه لوازم برقی است، مثل لوازم موبایل. چارجر است، گوشکی است، نوکاکی است، کیبل گلکسی است، بیتری نوکیا است، اینمی چارجر موتر است، کت اینمی چیز است، کیبل آیفون است، از اینمی موبایل های آیفون. باز روزانه چند کار میکنین؟ من روزانه مثلا 400 500 روپیه کل سودای میشه، یک 200 یک و نیم صد برای من میمانه روزانه. خب باز خودت از این پول تانستی که بر خانه مواد سوختی بخری؟ خانه گرم هست؟ خوب از دیگه ده. مثلا 3 کیلو گاز ما ده یک دبه 4 کیلویی مندازم، اونم رو 5 روز 4 روز میکنم، باز دوباره باز پر میکنم. مواد سوختی که خریداری کردی امی گاز است؟ بس بله. یعنی پوری اره یا چوب خریدی؟ نه نه، چوب نکردی. با گاز میشه خانه گرم؟ گاز نمیشه، منتها ما از برق هم استفاده میکنم یگان وقت. پس بله، برقتان زیاد نمیاد؟ میاد دیگه، چی کنیم، مجبور هستیم دیگه. این کار چی را کراچیوانی را میکنیم. شما چطور نخواستین که یا چوب یا بریاره یا زغال بخرین به خاطر گرم کردن خانه‌تان؟ واسه ما نمیرسد، فقیر هستیم، کار ما نمیشه. محمد آصف یک نمونه از افغان‌هایی است که زیر خط فقر زندگی میکنه، با چالش های زندگی بویژه در این فصل سرما دست به گریبان است و نتانسته که تا هنوز مواد سوختی مثل چوب، بوری اره و یا هم زغال برای گرم کردن خانه خود خریداری کنه و او تنها خانه خود با چند کیلو گازی که روزانه خریداری میکنه کوشش میکنه که گرم کنه. مثل از او هزاران افغان دیگر با این چالش دست به گریبان است. این ماشین هوا مربوط مرد است که در کنار ما است در جاده عمومی کابل لوگر. بیان که از اینا پرسان کنیم که وقت از این آدرس کار میکنن، زحمت میکشن، روزانه چند به دست میارن؟ سلام بر شما. سلام علیکم. روزانه چند کار میکنین؟ 400، 500، 600. بر خانه تان بر زمستان چی خریداری کردین که گرم باشه؟ چوب گرفتم. خروار چند؟ 6.5 هزار. باز خودت تانستی که
هم مصرف خانه رو بکنی و هم مواد سوختی بر زمستان خریدی. ان شاء الله خدا مهربان است میشم. خب حتما خودت در جریان سال یک مقدار پیسه پس انداز میکنی. پس انداز میکنم. اما باز هم قیمت ها بلند است در بازار. قیمت ها خوب بلند است. یک بجار 2000 پس. برالوی آرت مواد سوختی قیمت است؟ سوختی قیمت است. امسال که چوب خریدین چند خریدین و سالهای قبل چند می خریدین؟ ما اول بار که می خریدیم خبرو 5.5 هزار، 8.5 هزار، 8 هزار، 7.5 هزار بلند شده روز به روز. شما میشه اول بار می خرین چوب؟ ما در وسط سال می خریم. خب او خرزان می باشه. او خرزان می باشه. شما دیدین که نقیب الله مواد سوختی زمستان امسال که خریداری کرده بود تفاوت در بهای از او تقریبا 1000 و بیشتر از 1000 دیده می شد و نقیب الله هر سال کوشش میکنه که مواد سوختی زمستان در فصل گرما خریداری کنه، چون در فصل سرما قیمتش بلند میشه و توانایی خریداریش نقیب الله نمی داشته باشه. مدر کنار سماوار میبینیم، بیاین که همراهش آشنا شویم. سلام بر شما، خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ شما بخیر، زنده و سلامت باشید. نام شما؟ قدرت الله محمدی هستم. روزانه چند درآمد دارین؟ 1000 روپیه روزانه مصرف داره سماوات. بله. تا شب 6 بجه صبح میام تا 9 بجه شب اینجا هستم. 1500 جور میکنه. 100 روپیه در دکاندار شبانه میدم که سماوات دان دکان میمانم. 400 روپیه بر ما میمانم. 8 نفر نانخور داریم. خانه ما کرایه است. آتی تب تلاش میکنم نمیرسم. یک نفر هستم. چند کرامیتین؟ 4.5 هزار. ای پول را که پیدا میکنین خب نیمشه تقریبا کرای خانه میشه. بله. باز خرچ خانه تان میشه؟ نمیرسه بس نمیکنه. بینی خمیر میشه فلس. در همچو حالت خانه تان در زمستان توسط چی گرم کردین؟ آدمی داد بچه ها قرض گرفتم، چوب از غلا قرض گرفتم، تنوز پیسه شما آنده بستن قرض دادن؟ داده دیگه، همینجا هستم خیلی وقت میشه کار میکنم همینجا میشناسه. ایران بودم زندگی درست داشتم، اینجا که اومدم دیگه هیچی نبود. چوب گرفتین؟ چوب گرفتم باز غال یک چیز دیگه تازه سالونه و بس نمیکنم. شما دیدین که قدرت الله محمدی گفت مواد سوختی بر زمستان را به قرض گرفته. ای تنها قدرت الله محمدی نیست که قرض میکنه و مواد سوختی بر زمستان خود خریداری میکنه. مثل او شاید اکثریت خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن، شاید به خاطر گرم کردن خانه های خود پول قرض کنن و مواد سوختی خریداری کنن. بهای مواد سوختی در حال رو به افزایش است که در سرمای امسال چالش های زندگی مردم نظر به سالهای قبل بیشتر شده، کار بار نیست و فقر و تنگ دستی گریبانگیر مردم است. خوشحال یکی از فروشنده های چوب در شهر کابل بر ما میگه که نظر به زمستان سال قبل در بهای چوب چی تفاوت دیده میشه؟ چقدر تفاوت کرده؟ چقدر بلند شده؟ اینجا پده ایساب نفیدیم به کلداره که نه؟ کلداره اوغانه که نه سه کل که خرچیگی 4 هزار را 15 هزار و دمخ که خرچی ده 5 هزار 5 هزار پرسگنه تم را پارک لری کالداری په پاکستانای دی خوښته خلې په پاکستانایو دلته خرچې په وغنه په تزره په وزره داسې خرچې. ایخ چوب شما خروار چند است؟ ای 8 هزار. پارس سال گذشته د زمستان خروار چند بود؟ ای 7 هزار، 6 هزار، 6.5 هزار، همینطور فرق داره، تفاوت داره چوب. بله، به گفته خوشحال یکی از فروشنده های چوب در شهر کابل تقریبا نزدیک به 1000 افغانی در بهای چوب نظر به سال گذشته افزایش دیده میشه امسال.
ما فعلا در کنار رحمت هستم، رحمت فروشنده بوری عرس، و امی اکنونم آمادگی داره بوجی ها را از بوری عرس پر میکنه. بیاین که در رابطه با قیمت یکی از مواد سوختی زمستان که بوری عرس، از رحمت الله پرسان کنیم. سلام بر شما، خوب هستین؟ علیکم سلام. و علیکم سلام. قراری شکر فضل خدا است. بوری عرس خواست بیادر 8300 وقت بود، 11000 12000 12000 علی ارزان شد بوری عرس. فهمیدی چوب امسال چوب قیمت است؟ چوب پار سال 6000 6500 بود، علی 8500 پس 9000 پس. چوب این سال بسیار قیمت است. بریاره باز خوب است. بریاره بلود باز 7500 روپ است. بلود. ارچه کنالی 8300 400. این نرخش است لالا. ها. هموطنهای ما که می آین خریداری می کنن از قیمت ها رضایت نشان می تن، شکایت نمی کنن؟ نه شکایت نمی کنه. خریدار که بیا علی بسیار خوش است. ریتش خوب شده و قیمت بود علی ارزان است. از بریاره بسیار خوش است. چوب که این سال چی؟ چوب نه، چوب که بسیار شکایت داره، چوب این سال قیمت است. قیمت مواد سوختی در حال رو به افزایش است، بجز بوری عرس که یکی از فروشنده هایش گفتند که قیمتش پایین آمده، که مردم سخت زیر خط فقر زندگی میکنن، چالش های زندگیشان نظر به سالهای قبل در فصل سرما بیشتر شده. در این مورد مسئولین هم انگشت انتقاد به سویشان بلند میکنن. از توجهتان تشکر. تا لحظات دیگر هم به سراغ نماینده های مردم هم در مجلس نماینده ها و هم در مجلس صنایع افغانستان میریم، با ما باشیم. یو خروار لرگی اتزر و دو سو افغانی دی. یو غریب بیچاره چه اغا پا کراچه که اترکاری خرسی اغام چه یعنی پسل و کسانو که او کس یو لس فیصد تا در زمین مساید در طول دمنا توی سر قمو شکره چه پا دمرا گذاف قیمت در لرگی واخلی. او په دغه یخنۍ کې په دې یخ کې چې بوټي ګاز تیل دا ټول شیان مخ پر لوړه روان دي او ګران دي، او زموږ د کابل ولسونه ډېر داسې کورنۍ شته چې نه د ګازو وس او طاقت لري، نه د تیلو وس لري، نه د زغالو یا د بوټو وس لري. در این برنامه به چالش زندگی خانواده های فقیر افغان در فصل سرما پرداختیم. آنها توانایی خریداری مواد سوختی را بر گرم کردن خانه‌های خود ندارند و این شب روز در خانه‌های سرد به سر می‌برند. آدمی داد بچا قرض گرفتم، چوب زغال قرض گرفتم، تنوت پایسش مونده. دستم قرض دادم. دوباره دیگه همینجا هستم، خیلی وقت میشه کار میکنم همینجا. میشناسه. امسال که چوب خریدین چند خریدین و سالهای قبل چند می‌خریدین؟ ما اول بار که می‌خریدیم خبر 5000 تا 8000 تا 8000 تا 7000. چالش های زندگی مردم در فصل سرما پای مرا در این بخش برنامه و در یک روز دیگر به پارلمان افغانستان کشان. زیفنون ساپای نماینده مردم در مجلس نماینده های افغانستان با ما گفتگوی دارند و ما از شان پرسان میکنم که در پیوند به چالش های زندگی مردم که هر سال در فصل سرما با او مواجه میشن و افزایش در قیمت مواد سوختی است که اونا نمیتونن خانه های خود گرم کنن، در کنار ای که مواد خوراکی خریداری کردن نمیتونن به درستی در خانه های خود. اینجا مسئول کیست؟ مسئولیت پارلمان چیست و مقصر کیست؟ پده اکلم کتاسو لیدلی همیش به هر اورز در امتیازی وقت که چو گوری و شل وکیلان تا چو وقت رسیگی غک کهیم در مشکلات د خلکو دوی مطرح کوي. د تاسو خبرو په تایید زه وایم چې یو خروار لرګي 8200 افغانۍ دی. یو غریب بیچاره چې هغه په کراچۍ کې ترکاري خرڅي، هغه هم چې یعنی په سلو کسانو کې یو کس یو لس فیصد ته دغه زمینه مساید ده ټول تم نه، دوی څه رقموشي کړی چې په دومره ګذاف قیمت دغه لرګي واخلي د خپل د کور د تودولو په خاطر. یو خوانه چیغې وو چې د هوا د محیط زیست د خرابوالي له ټول افغانان مریضان دي. همدا اوس په هر کور کې چې وګورئ که ماشومان دي، نارینه دي، زنانه دي، دا ټول
ټوخیږي سینه او بغل دی دی کرونا نه دی دغه د خراب هوا له وجې دی چې دوی همداسې پلاستیکونه سوځول کیږي هغه سنگ زغال چې دوی اوس یو نوم هغه ورته قراردادونه شو چې په هغه باندې ما هغه ورځ ما یو مصیبه درلودنې وکړې مې وکړې چې دا تصفیه شوي دا په کوم لابراتوار کې د هغه شو د خښتو په شکل دا تیږه نه تصفیه کیږي زما مسلک هم نه دی دا په دې عقل او چا راسره مصیبه یو تلویزیون درلوده چې دا چا تصفیه کړل کوم چا دا تایید کړ چې دا دا تصفیه شوی تیږه ده تیږه څنګه تصفیه کوي دوی څه رقم تصفیه کوي خو هماغه خلک دي سوځوي په کورونو کې دا د امامونو مخه به نیسي دوی به د بلند منزلونو مخه نیسي خو په هر کور کې هغه سنگ زغال سوځول کیږي پلاستیکونه سوځ داسې خلک دي چې شپه ورځ تاسې وګورئ په دې سړکونو کې بوتلونه دا پلاستیکونه کاغذونه خلک ټولوي د همدغه له خاطره چې دا خپل کورونه پرې تود وساتي خو دا نو آب هوا خرابوي نو د کې حکومت د کې هم پارلمان ګرم دی زمونږ هم اوږه نه خالي کوو هم حکومت دلته باید پارلمان یو اضطراري غونډه نیول چې بار بار وکیلانو پیشنهاد وکړو متاسفانه چې تر نن پورې نه ده شوی چې دغه په جزئیات وڅېړل شي دې ته د یو حل لاره پیدا شي چې ولې همدا ژمی شي په دې غریب خلکو باندې اوړه قیمت شي وریجې قیمت شي تیل قیمت شي ګاز قیمت شي لرګي قیمت شي نو دا خو د حکومت بیا په اول قدم کې د حکومت مسؤلیت دی چې دوی باید سهولتونه خلکو ته برابر کړي دوی د خپل د خلکو هغه مظلومیت ته وګوري دا سکتور خصوصي په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وینې وزبیخي چې خپل یو دمپنګ مواد ذخیره کې یو دمې په ژمي کې قیمت کړي نو دوی هغه جهاني بازارونو ته حکومت باید وګوري چې واقعا په هغه جهاني بازارونو کې بدلون راغلی په قیمتونو کې کتنه په افغانستان باندې دا تیږې وورېږي چې یو روپۍ قیمت دی او چې شوي هغه لسو ته جیږي دا باید کنترول ولري او پارلمان هم نظارت ولري د حکومت د کړنو چې په دې کې ټول ارګانونه ناتوان راغلي دا زه په جرات سره وایم چې هم په دې کې پارلمان غفلت کړی هم حکومت هم زموږ د درې قواوو په راس کې چې کوم کسان شتون لري هغوی هم دی د دې ولس د دې مظلوم د کابل کې لري د نیزي که د تیارې نه هم دوی وګوري دا مظلوم خلک په دې دشتونو بیابانونو کې کتی شي ولایت خیر ده چې لرې دوی د ولایت هغه چې د دښمن وجدان پیدا کړو که یو انسان وجدان ولري یو لحظه هغه باید داسې پاتې نه چې زه خپله په کور کې زما په مخ کې پلو ایښی او زما په ګاونډیو کې شاوخوا یو خلک پراته دي د دې وچې ډوډۍ توان نه لري دلته خو نو یو بیدار وجدان ته ضرورت دی نو نه پوهېږم چې په موږ کې وجدانونه مړې دي سترګې نه لرو وړاندې شوي او کمداسې بې احساسه شوي یو دلته نور دغه ولس موږ نه عدالت غواړي او خدای ته هم ورتلونکي یو د دې عدالت نه به ځان خلاص کړو په رشپت په پچل په فریب خو د خدای د عدالت نه به څه رقم خلاصیږو خپل هغه ته کوو د یو مسلمان په ذهن چې خدای خپله درته قاضي شي او خپل لاسه په خدر باندې شهیدي ووهي هغه عدالت ته انتظار باید دوی وباسي یا نن یا سبا تلونکي یو نو دوی ته د خپل د آخرت له خاطره چې اوس دوی وکړي چې د هغه عدالت نه دوی څه رقم ځان په سلامت ویسي خپل وجدان او خپل سترګې ښه دید پکې واچي او خپل وجدان ژوندي وساتي د دې غریب بیچاره ولس په درد ته او د دوی غږ ته او د دوی بېوسي ته رسیدګي وکړي تاسو وګورئ په وار وار موږ د کابل ښاروال او مربوطه مسؤلین د سنا د مجلس د شاغلي رئیس او آیت اداري جناب مسلم یار صاحب د فات څخه هدایتونه مربوطه کمیسیونونو ته سوي دي چې د افغانستان د ولسونو په هکله باید د دوی د مشکلاتو ستونزو ناخوالو په هکله باید مربوطه وزارتونه باید اقدامات وکړي او د دوی په هکله چې اوس بېلن کابلیان په ډېر سخت حالات کې د کابل ولس هم قرار لري او په دغه یخنۍ کې په دې یخ کې چې بوټي ګاز تیل دا ټول شیان مخ پر لوړه روان دي او ګران دي او زموږ د کابل ولسونه ډېر داسې کورنۍ شته چې نه د ګازو وس او طاقت لري نه د تیلو وس لري نه د زغالو یا د بوټو وس لري نو په دې هکله د کابل ولسونه په سخت حالات کې دي او د سنا مجلس چې هغه څه د دوی خو وظیفه اجرایه نه ده هغه خپل ژغې پورته کړی دي مسؤلیت ته دولت دی مسؤلیت ته مربوطه وزارتونو دی چې باید د مربوطه دغه هیوادونو سره چې هغه موږ ته د سونګ توکي خوراکي توکي او نور هغه شیان راځي د هغو د سرمایه ګذاري په هکله اقتصاد او تجارت او نور وزارتونه باید پر وخت باندې هغه تجارتونه ورسره لاسلیک کړي چې د ژمي
پر رسیدو سره باید موږ مخکې د مربطه یو ادونو سره او مربطه وزیرانو په توسط باندې موږ د کابلیانو مشکلات حل کړی وای خو نه دی حل سوی. خو دغه د وزارت اقتصاد، وزارت تجارت او نور وزارتونو چې دی باید ټول په وخت باندې دا کار کړی وای د مشکلات حل سوی خو حل سوی نه دی. ستونزې سره د کابلیانو په دغه مشکلاتو کې ټول سنا او ټول پارلمان پاتې راوي. همساله با فرارسیدن فصل سرما چالش های زندگی خانواده های فقیر افغان بیشتر از گذشته میشه و آنها توانایی خریداری مواد سوختی را برگرم کردن خانه های خود ندارند و این شب روزها را بیشتر در خانه های سرد سپری میکنند. آدمی داد بچه ها قرض گرفتم چوب از غال قرض گرفتم تا هنوز پایسی شما آنده بستم قرض دادم داده دیگه همینجا هستم خیلی وقت میشه کار میکنم همینجا میشناسه امسال که چوب خریدین چند خریدین و سالهای قبل چند میخریدین؟ ما قبل بار که میخریدیم خبرو پنج نیم هزار هشت نیم هزار هشت هزار هفت نیم هزار. در پیوند به چالش های زندگی مردم در فصل سرما پیام های زیاده از شما به ما مواصلت کرده، اما متاسفانه وقت برنامه کم است. میگذاریم شب برای روزهای بعدی و در برنامه های بعدی. آرزو میکنم تا این دم برنامه را دیده باشین. تشکر از توجهتان. تا دیدار در هفته آینده. الله حافظ و نگهدار شما.